در این لحظات دختر خانم را با خود داریم بانو سیمین حیدری ایشان معصل هستند در رشته تجارت بیشتر خودشان به جزئیات میپردازن در مورد خودشان دختر خانم موفق هستند بین در مورد نقش هدفمندی در زندگی از ایشان بشنویم و هدف و پلان هایشان و بالاخره از کجا شروع کردن تا اینجا رسیدن تصویر مکمل ازشان می داشته باشه بسیار زیاد خوش آمده سیمین جان تشکر ما سیمین حیدری هستم سال آخر ماست در رشته تجارت در دانشگاه آمریکایی در دا قرارزیستان آسیای میانه درس میخوانم. همه سیمین حیدری در مورد مکمل در مورد خود به جزئیات که چی وقت تولد شدی در کجا تولد شدی و مکتب در کجا با پایان دستاندی بالاخره انگیزید که خواستی کی رشته را انتخاب بکنی رشته تجارت را در چی بود مکمل بگو در ما در افغانستان متولد شدیم در ولایت غزنی و از اونجا مهاجر بودیم در پاکستان درس ما به اتمام مکتب ما در کویت پاکستان به اتمام رساندیم بعد از او برای ادامه تحصیل به افغانستان دوباره بازگشتیم بعد از سپری نمودن امتحان کنکور در رشته اقتصاد در پهنزون مرکز کامیاب شدیم اه آه بعد از خوشبختانه برس تحصیلی از طرف دولت آمریکا از طریق تنیستم در کشور قرقزستان در دانشگاه آمریکایی درس بسیار عالی سیمین امروز موضوعی که در برنامه انتخاب کردیم در مورد نقش تعلیم و تربیت در زندگی است حالا میخوایم به عنوان یک معسل موفق آگاه از خودت بشنویم دیدگاه خودت که خودت چی دیدگاهی دارید در مورد نقش که میتونه تعلیم و تربیت در زندگی ما داشته باشه تعلیم و تربیت یگانه یگانه یا صلاحی است داریم و, و یگانه کلیدی هست که توانم به طرف موفقیت سوق بدیم و در تعلیم و تربیه کارهای زیاد صورت گرفته البته اما در ولایات مختلف کارها رویش صورت نگرفته و اگر ما بتانیم زیادتر توجه روی ولایات انجام بدیم و همه نفر های در ولایات هسته تحصیل کنند آینده افغانستان از این وضعیت هست کاملا حالا کاملن... زمینه ها فرصت ها رو چیونه میبینی سیمین ایدری از دید خودت آنچنان زمینه ها فرصت ها که باید فراهم باشه بر آموزش در کشور موجود داره زمینه بله وجود داره ما در دا کنفرانس بین المللی اشتراک کرده بودم که در اونجا زیادتر توجه روی می تحصیل در بخش ولایات مخصوصا شده بود و در نام گلز و بانوان 20 بود که بانوان 20 از 20 کشور رتبه اول جهان و همچنان کشور پاکستان و آه. افغانستان تانست در اونجا اشتراک کنه و من نم تنها نماینده افغانستان در کنفرانس بوده و در اونجا زیاتر موضوعات روی تحصیل و روی تعلیم و روی معارف و سیستم معارفی که در افغانستان و در کل جهان وجود داره بحث گفته گوشه بعضا شوی تدریس هم درست یا کیفیت تجیسی رو درست نمیدانند سیمین حیدری در مکاتب بیشتر امیلایت ما کرد میگن مم. که توجهی بیشتر صورت نمیگیره و کیفیت آموزشی و خود بازی کردن با این سازمان از کشور با سنادش در سازمان کشور است میخوام از خودت بشنوم خودت هم یک دختر خانمی که در اینجا مکتب با پایین رساندی بالاخره شامل آم پانتون شدی در رشته مم. تجارت بگو در مورد شوی تدریس آموزش چیگونه است از دید خودت بالای کیفیت بیشتر کار صورت گرفته کار که صورت گرفته اما کار به اندازه کافی یا به استاندارد بین المللی صورت نگرفته باید کارهای زیادتر صورت بگیره تا همی استانداردی که در افغانستان هستن با استانداردی که بین المللی هستن مطابقت داشته باشه تا که دانش آموزایی که از اینجا فارغ میشه با دانش آموزایی که از کشورهای رتبه اول فارغ میشه زیاد تفاوت نداشته باشند. حالا عامل شده در چی فکر میکنید چرا به صورت میاری نیست حالا دیگر ما فکر میکنیم چی وقت به اون سطح میاری برسیم که دیگر اما سیستم تدریسی ما به صورت میاری باشه آه اگر آه کار عواملی که نتانسته تا به حال به این میار برسم همین عوامل جنگ و جنگ زدگی بوده که در افغانستان وجود داشتن و حالی که صلح هسته نسبتا اگر کار رویش صورت بگیره و دولت بتانه سیستم آموزشی که در شهرها و خودی پایتخت سر تغییر بده ما مطمئن نستم آینده افغانستان در راه خوبتر و در راه مثبتتر سوق پیدا میکنم آها بیاسم این حیدری حالا در مورد هدف آیندیت بگو که دیگر چی پلان های داری سال آخر تز بخیر در رشته تجارت که به پایان برسانی دیگه میخوای که چی کارش شوی چی وظیفه داشته باشی در آینده انشالله ما پروژه که حال طرح ریزی کرده بودم روی عزیز که بیتونیم در ولایات دختر خانوما یا بانوان را با مهارت از قبل مهارت های کارآفرینی مهارت های لیدرشپ یا و تیم این را کسی در ولایت بیتنیم جاگوزین کنیم تا دختر خانم ما و بانوانی که در ولایت هستند بیتن خودشان روی پای خود ساچون و مستقل کار کنند و پروژه خود سال بعدی انشالله آغاز میکنم در از اول از کابل انشالله شروع میکنیم یک دوره در کابل بعدا فعالیت های خود در ولایت های مختلف آغاز میکنیم آه بیشتر در مورد پروژه بگو که چیونه از, از کابل آغاز میکنین و تصمیم دارید که در دا دیگر بلایت موجود داشته باشه پروژه دا دیگر گسترش پیدا بکنه انگیزید به خاطر از این پروژه در چیز و مصارف هم داری پروژه بدون شک مصارف که می داشته باشه باز دیگه او از جیب خودت است چیون است؟ هدف اصلی پروژه سطح بالا بردن یا افزایش سطح مشارکت زنان در نیروی کار است که این هدف هدفی است که ما از وقتی که در کانفرانس رفتیم زیادتر و زیادتر روش توجه دادیم خاطر که اگر در ولایت کار روی صورت بگیره او منطقه زیادتر ترقی پیدا میکنه و همه قسمی در سطح بین المللی یا در سطح کشوری هم کشورم میتونه به جاده خوب سوق بدیم و یک دوره دا کابل برگزار میکنیم تا ای که ببینیم چه مشکلات های وجود داره و مردم چقدر قابل پذیرش مفکورن رو بعد از این انشاالله در ولایاتی که امنیت نسبتا خوب باشه و بتانیم مردم هم آگاهی را با اونا داده بتانیم که پروژه است چی قرار است و چه قسمی اونا میتانه با ما همکاری کنن و من ای که کی تامیل میکنه و کی کمک میکنه در بخش مالی در بخش مالی ما پروژه پروژه ای خاطر دولتی یا کسی سوم دولتی داشته باشه پشنهاد میکنم به خاطر که کارهای دولتی صورت گرفته در ولایت اما به مقدار خیلی کم و ای که گذاری خیلی کمی داشته اگر دولت بتونه در ولایتهای مختلف و کسای خود زیاد کنه مردم میتونه اطمینانشان زیادتر شود و دولت هم میتونه با مردم زیادتر در ارتباط و همکاری باشه هم کار خودت داری پروژه کی از غیر از خود دیگه دختر خانم هم هست که می پروژه با خودت پیش ببره؟ بله دختر خانم ما که من در در کنفرانس با آشنا شدیم و ما به خاطر یک اجتماع بین المللی فکر میکنیم که بتوانند اونا وقت در کشورهای خود پروژه را آغاز کنند با یک نفرایی که در افغانستان است در ارتباط باشن و ای بتانیم نفرایی که اینجا است را در اونجا ببریم از این تجارب اینا اونا استفاده کنند و اونا از تجارب ما استفاده کنند یک قسمی هم میتونن دختر خانم های اینجا زیادتر جرأت پیدا کنند و هم میتونن خود تنها احساس نکنند به خاطر حال در افغانستان زیادتر فقط فکر من مشکل افغانستانی است نه در حالی که نه مشکل تقریبا مشکل جامعه سوم کل من حالا بین دهایم ده که مرد نماز گرفتن بعضن به این ادکات هستن که میگن در وضعیت کنونی اگر ما تسلط خود ما ادامه بدهیم اگر ما بالای ظرفیت خود کار بکنیم اگر کار وجود نداشته باشد گریه جوان دل سرت میشه چی فایده بس مم. لایک اونا گفتن حالا میخوام دید خودت داشته باشم که اگر واقعا این گونه باشه که ما بگیم چی فایده دیگر در فکر تعلیم و آموزش نباشیم دفعه که ادامه ما نباشیم پس آینده چی خواهد شد یعنی از دید و خودت چی کار باید صورت بگیره یا همچون مفکورم میتونه درست باشه یکی از دستاوردهایی که از این کنفرانس داشتیم پیشنهاد بوده که در جی 20 لیدرز ماه آینده با اونا اطلاق میشن جی 20 لیدرز رهبران 20 کشور برتر جهان یا دست اول جهان است که اونا در یک میتینگ در ماه آینده برگزار میشه و پیشنهاد با اونا ارائه میشه پیشنهاد از قبل ای است که بتانه سطح آگاهی مردم بالا ببرن و همچنان کارآفرینی کنن خاطر که اکثر جامعه ها مشکل کارآفرینی هستن امه. و پیشنهادهایی که روی داده شده یا ارائه شده پیشنهادهایی هستن کاملا من که کاملا پذیرش برای دولت تا بتوانند کارآفنی و ایجاد کار در جامعه کنن اگر روی از پیشنهادات توجه صورت بگیره و کار صورت بگیره رویش میتونه دستاورد خوب بر جامعه بله تشکر بسیار سیاد سمین حیدری خانم موفق هستی که امروز تشریف آوردی و گفتی در مورد از این پروژه که کار نیک است نیت نیکی داری خودت انشالله موفق باشی و آن که نگفتی و میخوای که بگویی بر جوانانی که همی لحظه بینندید هستن بر دختر خانم هایی که همی لحظه بینندید هستن یکی از خواهش ما از مردم و همچنان از جوانایی هستم که همتی که دارن را از ندن با وجودی که کشور جنگ زده ای هم هستیم ولی باید توانایی داشته باشیم تا با مشکلات مبارزه کنیم و بتانیم آینده خوبی برای افغانستان به خاطر ما جوانای افغانستان و امید آینده افغانستان ما هستیم تا بتانیم انشالله آینده خوبی داشته باشیم انشالله موفق باشید این حیدری تشکر, تشکر بسیار سیاد از